بیا عقب. همین فرمون بیا عقب. بیا آفرین. بیا. خوب. آقا یکم عجله کنه بچه دستی داره نکنه. کلیدایی بدم بسه کنم. چون مخابه دارم باز میشه. اینو فکر کنم دورم نرس. بیا اینم بگیر. نازی خانم. من حساب کنم که رایشو میام تو. تو حیات وای نسی خطرناکه بفهمید تو. باش جلال یکم بیشتر بشون بده. خیلی زحمت کشیدم. رو چشم. عزیز جون خدا قوت. این 15 تومانی که با هم تهی کرده اینه که دو تومان من آمه بچه ها. خدمت شما. بنده باشی. سلام آقا جلال. سلام آقا خانم. چطور خانم خوبی؟ آقا سلام نهار گرفتم سرد نشه. چرا زحمت کشیدی؟ فرانک همین الان غذا میاره. فرانک کیه؟ فرانک همسر بنده است، عزیز بنده است. چطور؟ آقا سلام یعنی یه لقمه نون اونجا پیدا نمیشد؟ اختیار داری، مسئله یه لقمه نون نیست. 30 ساله سر ساعت، سر دقیقه برای من قضا میاره. اگه نیاره من دیغ میکنم. منو نبینه اون دیغ میکنه. نصفت یاد بگیر. خانم شما باید از فرانک خانم یاد بگیر. ای خانم زندگی چی؟ نه بچه داریم، نه اون چنان مار دنیا. فقط یه فرانک دارم. فرانک منو داره. دل خوشیم فقط این و اون. خانومتون چه کاره هستن؟ تو محل خانم یه مغازه جمع جور تقبه میمه پروشی سبز پروشی که سرگرم بشه و درده منم صبح زود بلند میشم میرم تروار میوه سبزی چیزی رو برام میکنم براش سرگرم شه اون راتشه بگذرمه. صدای فرنک اومد. خوشحالم که همه چی سر ساعت میاد. حتما دست پر اومده. آدم همه از دور خوش به نظر میرسن، نزدیکتر که بریم قصه دارن، قصه دارن. قصه شون داد نمیریزم تو دل آدم بگیرم. مه مه دیگه چیه رازیه؟
دردایی رو نمیشه تنهایی به دوش کشید. این دردایی رو نمیشه تنهایی به دوش کشید. به همه این سالا که نگاه میکنم بگیر ببند برو بیا، یه چیزی هست از همه چیز برام آشناتر و نزدیکتره. تو که هستی این دنیا رو با همه پرشتیاش و نامرادیاش میتونم بذارم رو دوشم و بکشم برای تو. برای منم حجت خدای تو راضیه. سلام آقای مهندس، جلال شاطری هم زنده باشه. شما خوبید انشاءالله. آقای مهندسی خواهشی ازتون دارم، از این دوستامو بخواید از اینجا برن. من نه محافظ میخوام، نه مراقب میخوام، نه بپا. آقای مهندس، اینجا محل کسب و کار منه، نمیخوام با بقیه فرقی داشته باشم. متوجه هستید؟
بله بفرمایید. به به، سلام علیکم با جاقای شالچی. داده فقیر فقرا کردی قربون. هر وقت اراده بفرمایید میام خدمتتون. ناهار نمیتونم حاجی، من مرد خونه. عصر میام خدمتت. زنده باشی. بزرگواری. یا علی. یا الله. سلام. احوال آقا جلال. آقای شادچی. اراده. سلامت باشیم. زنده باشیم. خیلی ممنون. در خدمت هم آقا. ولی آقا جلال. من نه حرف انقلاب رو میزنم. نه مثل شما هست و نیستم و ریختم پاش. اما تو عالم معرفت پاش که بیفته یه نیمچه خجالتی میکشم. رز جان. یه آدم های زندگی و آورشون رو ریختن پای انقلاب. خیلی سعی میکنم چیزی نگم. بگذاریم. اما آقا جلال. عکس این بچه های در دیوار ظلم میزنن تو چش آدم. خیلی نامردیه. خون گرمشون هنوز رو زمینه و این بیشرف ها این رفتار با مردم میکنن. آجا شما سرد و گرم چشیده ای. دنیا دیده ای. انقلابی بودن که به حرف نیست. شما مطمئنی حرف مردم حرفه؟ آره. اینایی که جنس انبار میکنن و یه تومن و ده تومن میکنن معنیش چیه؟ معنیش اینه که جنگ هم اینجاست، بیخ گوشمونه. درسته. اما اونه که ادعا میکنن و این کارو میکنن حرفه. استغفرالله. حاجی من عبایی ندارم. میرم سر وقتش. میرم توف میدازم رو صورتش. اگه واسه من و شما حرفه، واسه اون که از داره من از شمسه، دیده چه خونه دلی خورده شده. عجب. یعنی تمه اینجور حالش کرده، اونم تو این شرایط، بلکیده بینمون، چسبیده به همون. مردم بفهمن یکی تا پریروز حرف انقلاب میزده، امروز باشون اینطوری تا میکنه، انتظار دین و ایمون داری؟ حالا کی هست؟ واسه هر کی قریب باشه، واسه شما آشناست. خیلی هم آشناست. گرفتم. نمیدم اداجی. باید نه. چند جا استعلام کردم چیه جوری بیایم کنس بزنیم و گل گل ها آقا جلال بفرما لدوری صدیان شیش. آقا جون، آقا باقیش به اونو بسه فرده جشم فقط نفره با سلام جلال جون، چطوری؟ چیه؟ چرا یخی؟ میگم آدم با این چشمای ریزش چه چیزایی درشت میبینه. شیش در چهار نشو، اول تفهیم اتام کن بعدن حکم بزن. معلومه داری چی کار میکنی؟ انگار هرس دنیا بعد جوری پاشناتو برکشیده. یواش یواش مرد حسابی، تو که یه خورجین ادعا بارته، یه روزایی حرفای گنده گنده زدی، واسه حرفات کتک خوردی، شکنجه شدی، زندون رفتی، چی شده حالا؟ یعنی مال دنیا اینقدر برای جذاب شده که پشت پا بذاری به همه حرفات؟ چی شده افتادی تو این خط؟ کدوم خط بابا؟ آقا پیاده شو بذار با هم بریم. این سنگی که بالاش داری این یقت رو جر میدی قبر کیه؟ قبر تو، قبر یه مرد که امروز نامرد شده. توهین نکن. میکنم چه تو به هرچی مرده دهنکجی کردی. آقا جون من باید بدونم موضوع چیه یا نه؟ موش شدی اومده تو زیر زمین، داری آساسه میجایی و میخوری خاکی که روش هنوش کفن خونی بچه های این وطنه. قند و چایی و برنج و روغن ترمز. خوب گفتم تیغ کج نیامشم کجه. خاک تو سرت کنن که کارت کشیده به دوزی سر سفره مردم. خطابات رفتی رو منبر. هری بیمتی که
مثل گاف پیشونه تو داغ زدی اومدی دوربرمون چریدی که این روزا کار میگیری ها؟ چی میگم داری تو انبارات با قوت مردم مناره میسازی؟ یا خودت خودتو جمع جور میکنی یا من جمع جورت میکنم؟ شیرم شد؟ بکشیم من بیام باشه حواستون به محمد هم باشه اینجا باش میشه بچه ها من بیام خانم چیه دورو بر خود بساط بند کردی جمع کنیم بساطتو کوره که جای این قرتی بازی ها نیست میدونی اینا کیان اینا کارگر هم باید کار کنن چیه اینا رو بهشون یاد میدی یعنی چی؟ خب اینا کارشون رو کردن الان دو دقیقه نشستن نقاشی میکشن چی میشه مثلا؟ آقا تقی من میخوام باشون کار کنم نقاشی بکشم بینشون باشم پیششون نفس بکشم چی ایرادی داره؟ من نزد پول میخوام نه خورد و خوراک فقط میخوام پیششون باشم اینا از من دریغ نکن واسه من چی داره خانم؟ دیگه که واسه من نمیجوشه سر سگ توش بجوشه خانم جمع کن خودتو دیگه بیا من بابتش بهت پول میدم ولی کار میکنم این بچه رو از من نگیر آخه چرا اینجا؟ ننتونم که از من دل خوشی نداره این همه کوره این دوره بره چرا عد میایی اینجا؟ جا برای خیری فت و فراغونه اینجا پر کوره است منم میدونم ولی تو هیچ کدومش گذشته من نیست من پا گذاشتم تو گذشته خودم آقا تقیی من که نمیفهمم چی میگه قلومبه ملومبه صحبت میکنی جمع کن تو رو خدا جمع کن به ما گیر نده زندگی مثل سکه پول میماند یک طرفش شادی یک طرفش رنج محمد کوچولویم خیلی از همسن و سالان تو برای آنکه نانی برای شب داشته باشند از برآمدن آفتاب تا غروبش در این کوره های سرد با دستان کودکانه خود آجر میزنند ای کاش وقتی بزرگ میشوی قصه اینا درد تو باشد غذایی برای خوردن مدرسه‌ای برای یاد گرفتن پسرم زندگی کن شاد بیسکونی برنج 10 لب روغن 50 کارتون خاویار بادمجون و تون ماهی 100 بسته نون خشک مقداری هم قند و چای و کلمن اینا چراغ خوراک پزی هم بنویس. می نویسم چراغ خوراک پزی. پتو.
صد تخته بنویسم بهتره؟ فعلا بسه. پوتین 200 جفت، جوراب، دستکش، بعد لباس گر، کنسرو لوبیا. کی اومده؟ بعد ارزان به جور شما مایی زرشون. اه با آقا موسا، علیکه سلام. چه عجب یاد فقیر فقرا کردی؟ فراموشت نکردم که یادت کنم. از خمولی درم آورد انداختی پشت در دیگه. بفرما بفرما بشین بفرما. این ها جعفر خودیه. سلام. سلام برادر. بفرمی بفرما موسا. بفرما. وقتی دم خونم پول گذاشتی تو جیبم بهم گفتی که دیگه دوروبرت نبره کم دیگه. گفتم شاید خوش نداری با اون حال و روزم کنارت باشن دیگه. حقا که هنوز همون موسایی، هیچ تغییر نکردی. چطور؟ هنوزم خوب بلدی جر بزنی، درسته؟ چند بار اومدم دو برای کمیته، چند بار اومده بودم دم حجرت، اما وقتی شنیدم که رفتی جبهه گفتم بفهم اینم از جلال زندگی ما. تا کجا رفتی؟ نکنه قلبام هم خوردی؟ همیشه از جا موندم، گفتم بازم جا موندم. چه خبر؟ بچه هات خوبه؟ حیات خونه خانمت خوب کار میکنه؟ شدم داماد سرخونه دیگه، انگار هیکلمو دوختن که بشم پادو. نشستم بهم بگن چیکار بکنم چیکار نکنم، چی بخرم چی نخرم. ناراحتی؟ میدونی یه اون گمبوز در گردم که لوچی هم با لوچی های بزرگی مثل تو گشتم، اینکه علکی علکی باورم شده یه چیزی میشه. اون اعتیاد لعنتی تو سر خورم کرد، به صورت زن و بچه من نمیتونم نگاه بکنم. هر جا میرم این داغ چسبیده پیشونی. کجا رفتی؟ همه جا. تا دماغم میکشن بالا سری گوششون رو تیز میکنن و ازم فرار میکنن. اینکه جزام گرفتم. آه کی به موتا جماعت اعتماد میکنه؟ انگار همه دوستان دوباره برگردم تو اون جخما. همه غلط کردن. بچسب به زندگیت موسا. برای زن و بچه کار کردن به حرف زن و بچه بودن پادوینی. اون لوتی که کنارش راه رفتی براش دعوا کردی هم به حرف زن و بچه‌شه. بالاخره یکی باز باشه واسش بجنگی، یکی باز باشه واسش بمیری، مگه نه؟ چی بگم؟ چیزی نداری بگی، همه چیزو خدا گفته. بری دنبال روزی زن و بچه‌ت، بمیری شهیدی. جلو یه چیزایی شنیدم. چی؟ از دامادت اسماعیل. چی شنیدی؟ ببین نیومدم تو این حال و روز آوارشم سرت، اما اومدم بهت بگم که موسا کنارته. چی کار میتونم واسط بکنم؟ چی کار میتونی بکنی وقتی از هیچ کس کاری ساخته نیست؟ خب جایی برم سوالی بپرسم. رفتن یارو رفتم، پرسیدن یارم پرسیدم. پس بازم به دردت نخوردم. همین که تو اینجا اومدی برام خیلیه. لحظه هم غنیمته وقتی از غم کنده میشم. آخرین بار کجا دیدنش؟ رفته طرف های سوسنگرد. دوستی؟ رفیقی؟ با خیلی حرف زدم. آخر همه شنیده هم گم شد اسماعیل. آخ نمیشه که همینجور دست رو دستم بذاری بشینی. وقتی دستت از همه جا کوتاهه پاهات هم قوت رفتن داشته باشن باز ناچاری بشینی. بی خیال موسا، چی کار میخوای بکنی؟ چی رو؟ پادویی تو. هوای پریدن کنی باید خودتو بزنی به در دیوار قفس. تا کلک و پرم نریخته باید برم دنبال کار.
حتی اگه تنه بشنم. جعفر جان سلام، یه لطفی در حق من میکنی؟ بفرما. دور و بر چش بگردون، یه مغازه نقدی پیدا کن، یه ودیعه یا یه اجاره مختصری. میخوای چی کار؟ یه دکون بگیریم، این موسا بره توش یه چلق چلوکی را بندازه. نمیخوام اینقدر اذیت بشه. دو سه روزه پیداش میکنم. دست در نکنه. من برم، شما بشین، کار تموم شد به این سفر بگو در قفل کنه. حتما. یعنی به سلامت. سارا رفته بودیم کوره. چطور بود؟ به قول آقا جانگر و جامگر، یه عده مردم نجیب زخمی که زندگی رو به نیش میکشه. با کردار این شهر رو روز به روز بد و پن شدن، لبند شدن، آجور رو آجور سر کشیدن به آسمون. همه چی توی این غربت سارا عوض شد الا این مارغاشیه. مارغاشیه؟ این گورها 70 سر دارن. چرا وقتی به اون دخمه فکر میکنم تن و بدنم میلرزه. ترسم داره. ولی تو همون دخمه یه عده آدم دارن نفس میدن، به زندگی از نفس افتاده. اون آدم نمایی که من دیدم نفس میگیره تا ببخشه. یه بعدشو دیدی؟ بذار خوبشم ببین. رنج یه روی سکه گوره هست رازیه، روی دیگهش پناه دادن به این همه آدم بیپناهه. وقتی صدای تلق تلق گوره ها در میاد، وقتی دودشون تنوره میکشه به آسمون، یعنی یه عده آدم دارن تو دهن این مار حاشیه برای زندگی میجنگن. اما مشکل جای دیگه است. کجا؟ یه شب نشستیم تو حیات اون خونه امنی که حاج مهتی جامون داد، ازم پرسیدی چی شد که افتادن دنبالت، یادته؟ آره. وقتی اون گروهبانه برام پا پشت دوخت، وقتی حاج رسول پناه هم داد، شبه همش به این فکر میکردم چرا این بی‌عدالتی در حق من اتفاق افتاد. دستم که به دهنم رسید افتادم دنبال حق و حقوق فقرا، براشون وکیل گرفتم. اونجا بود که دیدم از این دخمه ها همه جا پیدا میشه. منم مثل تو ترسیدم، مثل تو نگران شدم، مثل تو نگران شدم. فکر کردم سرم پر شد از سوال. آخرش رسیدم به یه کلمه: عدالت. عدالت؟ آره راضیه، عدالت. انقدر عزیز این کلمه که خدا دوست داره خودشو با این صفت معرفی کنه. میدونی راضیه، عدالت مثل افساره، مهار میکنه زندگی رو. تو اون دخمه ها زندگیه که رم کرده راضیه. نمیخوای بری؟ دیره. ببخشید، زحمت کشید. بریم. مرسی. قربون دست زحمت کشیدی. در رو بشتاید به من بزن. سلام.
علیکم السلام، چه خبر؟ آدرسی که داده بودی رفتم، با خانومش هم صحبت کردم. خب؟ یه چند روزیه نیست. یعنی چی؟ یه نامه گذاشته رفته. نامه؟ خانومش داد، بدم به تو. برای مصاحبه تشریف آوردین، بفرمایید. من این فرما رو بهتون میدم، لطفاً تمام مشخصاتتون رو برای ما بنویسین. بفرمایید. هر سوالی هم داشتین میتونین ازم بپرسین. ممنونم. میخواهیم. متشکرم. من میام ازتون میگیرم. فعلا. هنوز آب کفن بابام خوش نشده بود که برادر وسطیم افتاد دنبال ارث و میراث. دیگه نه راه پس داشتم نه راه پیش. میدونی خانم، خونه بی پدر و بی مادر مثل گوشت قربونی میمونن. هر تیکش یه جا. بچه هم بلم کردن رفتن، تنها موندم. کس و کاریم ندارم، ولی میخوام کار کنم. سلی پیلی پشت در بسته نمونم. چی بگم خانوما، بچه هم اهلم، شوهرم یه پارچه آقاس. هیچ غمی، هیچ قصه ای ندارم، اما نمیدونم چرا آروم نیستم. دلم یه اتفاق خیلی بزرگ میخواد. بچه دار نمیشم خانم. شوهرم نمیخواد بچه یکی دیگر به فرزندی قبول کنه. نبوده بچه بد دردیه. هر جا که بچه میبینم با حسرت بهش نگاه میکنم. حالا تا به خودم بیام فرستادمم خونه شوهر تا بفهمم چی به چیه. شوهرم تصادف کرد، یکی زد بهش در رفت. الان 2 سال اینه تیکه گوشت افتاده گوشه خونه. دوتا هم بچه داریم، جفتشون هم دخترن. موندم. خدایش کیو بالا پایین نیاره خانم. بابای من یه زمانی برای خودش برو بیایی داشت، ولی گیر رفیقای ناباب افتاد و همه دار و ندارش رو بالا کشیدن. به جایی رسیده بود که جونش گروه جامعش بود. اونایی که تا دیروز از خونه ما جمع نمیخوردن، چترشون سر ما باز نشد. بعد اینم که ارثو گرفتن، دیگه یادشون رفت خواهر دارن، برادر کوچیک دارن. یهو چشم باز کردم دیدم به نیش میکشم یکی دوتا رو. چی کار میکردم خانم؟ ولشون میکردم؟ میترسم سرمو بذارم زمین دیگه بلند نشه. دلم میخواد کار درستی انجام داده باشم. بچه هم که اهل عاقل بار اومدن، فکر کردم یه جای کار درسته. ببخشید خانم، تعریف از خود نباشه. نون حلال سر زندگی نمیده، سر سفره پدر مادر بزرگ شدم. گفتم بیام اینجا مال سر چند نفر باشم، شاید این کمکی کنم. یه وقتایی پیش خودم میگم ای خدا، آخه این چه امتحانی. دیگه برای آروم شدن دلم درسشو خوندم. هفته پیشم رفتم به سیستی، آدرس اینجا رو به هم دادن، گفتن شما قراره استخدام کنی. امروزم آگهیتون رو تو خیابون دیدم. همه دنیای من عشق و علاقه به بچه هاست. به هم اعتماد کنین. مطمئن باشین کارم رو شروع کنم از پسش برمیام. مثل ماما که بچه ها رو میگیره، منم
فکر و خیال برادر خواهرای بل شدم و گرفتم. مردشی رو بختم ببرم. هر جا رفتم دنبال کار یکی از من محتاج‌تر پیدا شد. میدونی خانم، نیاز آدم ها رو بیرحم میکنم. همیشه گفتم خدایا خرگوشم کن قبل اینکه شیر بشم، شکارم کن قبل اینکه شکارچی بشم. روزگارم شده این، نون دویده، آب دویده، ما هم دنبالش. از خودم خواستم که هیچ وقت من محتاج کسی نکنم. هر کاریم که بخوام من میتونم انجام بدم. اضافه جان و پارون، هر چی که شما بخواید. آر نیست. ولی میترسم اینجا کار بهم ندن. ما چه اتفاق بر من میفته؟ کمکم کنید. مریم درخانی نوشته بیوه از کسی رو نداره براش نوآورده که دوتا هم بچه داره. شوکت نبی اللهی نوشته تحصیل کرده. نکن مامان بگه اینا رو بخونم. الناز عباسی شوهرش 2 سال تصادف کرده، دخترش هم نامزد. خانم سلطان ورزی هم تنها زندگی میکنه، همون خانم مسنه که اینجا نشسته. سلام بابا. سلام. 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 سلام عزیز بابا. نقوبت مبانم. چه خبر؟ چه کردید؟ تونستین کسی رو پیدا کنین؟ خیلی سخته. چی سخته؟ انتخاب دیگه از بین اینو. خب دیگه همیشه باید چند نفری رو خط بزنیم. آخه خط بزنیم که شوخی نیست، چند تا زندگیه. من اصلا پشیمونم. میگم چرا کاغذ نوشیم زدیم به دیوار. ببینم بیا چیکار کنم. بالاخره مو باید چند نفری رو میآوردیم سر کار یا نه؟ نمیتونم کسی رو ناامید کنم. به نظرم شما اینا رو یه بار دیگه با دقت بخون، سبک سنگین کن، دل و زبونت هم بسپر به خدا. فقط اون میتونه کمکت کنه. الان کباب گرفتم یخ میکنه. نه بکرم. بیا بابا ببین چه کبابی گرفتم برای پسرم. خب اینا شما بگیر. نه چه فرقت کنه با چادم برستم. محمد محمد عاشق کباب. خوشنش هم هست. بفرمو بابا بفرمو. یه لقمه هم برای بابا جلال بکنیم حسیبی نکنه به محمد. دست شما درد نکنه. حیف که چاقو نداری. آره با خیلی وصله باید بگیریم. قاشق مشوق و قابلمه و لیوان و پارچا. آره دست درد نکن. نظرم الان خیلی بهش فکر نکن. غذا تو بخور، آدم مناسب سر فرصت پیدا میشه. میدونیم مثلا یکی هست درس خونده است، میشناسه این رشته رو، بلده چی کار کنه، بچه هم نداره. کی بود اسمش؟ شوکت خانم. شوکت خانم. نمیدونم مناسب باشه نباشه. خب این خیلی خوبه، همین استخدام کنین. کسی که درس این کارو خونده به درد این کار میخوره. یکی هم از میگم برای کارهای اینجا هم بمونه هم کار رو انجام بده. اسمش نمیدونم چی. یه خانومی بود تنها زندگی میکرد، مسلم بود، اون خوبه برای این کارا. بعد یه خانومی هم بود که مسلم بود ولی زندگی خوبی داشت، شوهر خوبی داشت، دو تا هم بچه داشت که اهل بودن. این سودان خانم به نظرم حتما استخدامش کنی. آدمی که بچه‌ای درست تربیت میکنه آدم قابل اعتمادیه. قراره کلی بچه‌های مردم بیان زیر دستتون. به هر کسی نمیشه اعتماد کرد. پس سنجیده انتخاب کنی. نمیدونم من بخورم. من تون نمیخورم. دیم بابا جلو. مقدر که تون باشه. نه تون نیست. آقا این آدمو من میشناسم، برای انقلاب تا پای جون رفته. عزیز من تو اون شلوغ بلوغی اول انقلاب تو تبریز یکی اتفاقی یه عکس گرفته از رحمان رو تانک با یه چند نفرم دور و برشن. آخه این شد دلیل، این شد مدرک.
آقا اینا القاعات دشمنه، این کثافت‌ها شگردشونه، اینا یه دسته و حزب و گروه و چه میدونم هر کوفت و زهرمار دیگه ای نیستن. آقا اینا معلومه یه سازمان اطلاعاتی هن، دوم همه شون هم بسته به سازمان اطلاعاتی دشمن. مجاهد مجاهد، آقا اینا مجاهد نیستن، منافقن. حالا هم رفتن تو نخ مجلس. آقا آقا من آقا من رحمان دادمانو میشناسم، بچه مخلص اردبیله. آخه این رأی اعتماد نیاره بس چی بیاره؟ آقا جان ما قرار باشه مدیرای لایقمونو اینطوری به خاطر القاعات دشمن از دست بدیم که فاتحه این مملکت خونده است که برادر من. بهترین همون دارن تو جنگ مثل دسته گل پرپر میشن، اونایی هم که موندن باهاشون اینجوری تا میکنن. حالا بعدا میفهمن چه خبتی مرتکب شدن. باشه قربونت برم آبا. باشه ممنون سنگ صبر ما شدی یا علی.